تخریب چهارراهی عبدالعلی مزاری و ساختن سرک معیاری و ایجاد چندین پل هوایی در این منطقه. پل هوایی جور شد برای مردم این منطقه سوی غرب بسیار بهتر میشه که از پل هوایی گذر کنه و بسیار بیربارک و بعد چاشتن بیربار میشه و گل صبح هم یک در بیربارک داریم و شام خوب یکی دیگه رفت آمد بسیار بند است. اگر پول جور شد بسیار در مردم خیلی کار خوب است، هر مریض زودترین را در شفاخانه رسیدگی میتونه و در مردم بسیار کار خوب میشه که در موقع در سر کار خود رسیدگی میتونه. کنگره ملی امریکا با من مصاحبه چیز کرد، مورد استجواب قرار داد، گفت چرا شما چی کاری کردین؟ ما انسانیم، برای کشتن و کشته شدن آفریده نشدیم، ما برای محبت آفریده شدیم. تخریب چهارراهی عبدالعلی مزاری و ساختن سرک معیاری و ایجاد چندین پل هوایی در این منطقه. به نام یاد خداوند یکتا به همتا، درود و سلام خدمت همه شما ایزان، امیدوار است جور صحت و سلامت باشید. بازم مسعود جامع با یکی دیگر از گزارش ها از منطقه غرب کابل و یا هم چهارراهی عبدالعلی مزاری در خدمت شما هستم. امروز آمدیم اینجا، قراره که گفتن چهارراهی عبدالعلی مزاری تخریب شده و سرک که از قسمت پل سرخ به دشت برچی وصل میشه سرک میاد و در پهلوش گفته های وجود داره که در این منطقه یک پل هوایی نیست. مد نظر است که در آینده های نزدیک کار پل هوایی هم نیست در این منطقه آغاز میشه. آمده ببینیم که نظریات وطن‌دارای ما کسایی که در این منطقه هستن چی است و چقدر خوشحال هستن که برشون سرک جور میشه و در پهلوی سرک پل هوایی که در اینجا قرار است جور شوه و منطقه پل سرخ به دشت برچی وصل بکنه چقدر میتونه که ازدحام و بیروبار در این منطقه کاهش بده. پس آخر دقایق ما را همراهی کنید. ماندن ابو جلال، چاشت بخیر. شما هم چنان برادر عزیز خوب هستین؟ بخیر هستین جان؟ جوره خوب هستین؟ بخیر هستین. امی هوا که کمه که سرد میشه بازن این پی توکا و افتوکا و هرم میکنه. بله باید آن بله آن باز کمری سفید هم شده باشی باز بیخی مزه داره. بیخی بیخی هوای گرمی که سر آدم در ترمای سال خوب است دیگه. این هم منتا یه هفته ای وقت سال یه ذره خطرناک است، همه جل آدم هم میسوزونه. نه امشالان همیزان در ترمای سال دیگه هوای خوب هست. در این منطقه چند سال است که هستی؟ در این منطقه ما تقریبا 28 سال 29 سال است. نمی سایه او نام خدا از جمله از اون بچه های چاردی اصل چاردی است دیگه؟ نه ما کسیم سیدای سنگلاخت هستیم، در اینجا زندگی کردیم. سیزه که از این منطقه است دیگه؟ در این سایه چاردی زندگی بیشتر که دک وطندار دیگه هم قصه کردم. از لحاظ قانون اجتماعی وقتی که یک آدم 4 سال در منطقه زندگی کرد میتونه که از اون منطقه تذکره هم بگیم. بله حالا ما تذکره خود کابل دارین دیگه. نه خلاص دیگه، بچه اصل کابل هستی؟ بله ها. همین سرک جور میشه اینجا چقدر خوشحال هستی و گفته های وجود داره که بخیر یک پل هوایی هم در این منطقه مد نظر گرفته شده. دور شما خوب بهتر است دیگه که برای مردم سهولت بالا میره، خوب میشه دیگه برای مردم بسیار از رابندی امشالله. و دو منطقه کابل که دشت برچی و پل سرخ میشه که تو منطقه خیلی بیروبار به هم دیگه وصل میکنه. بیروبار کم میشه که پل هوایی جور شد خب برای مردم این منطقه سوی غرب بسیار بهتر میشه که از پل هوایی گذر کنه و بسیار بیروبار که بعد چاشتن بیروبار میشه و گل صبح هم یک در بیروبار داریم و شام خوب یکی دیگه رفت آمد بسیار بند است دیگه. از طرف دشت برچی اگر بیای مجبور است یک راه طولانی را طی بکنی تا از بریدگی پیشتر قسمت حوزه که میشه دور بخوری طرف کوتی سنگی بری. بله ها مرخم میشه دیگه، از این زیادی مردم ها زیرا نمی عبور میکنه، از طرف دالمان میره. اگر طرف شهر رفتنی باشه بعد چاش بسیار راه بندی است که از ساعت 3-3:30 که راه بند میشه تا ساعت 8-8:30 بجه شب راه بنده. بعد از مردم ها زیادترش کمی تو میره ترو از دالمان، از دالمان طرف شهر میره. طرف شهر میره یک مسیر خیلی تونانی را تایی میکنه. بله ها. یعنی از جور شدن سرک و پل و دیگه پا خوشحال هستین؟ بیخی بیخی همه تو خوشحال هستیم، چرا نو خوشحال نباشیم؟ ما 100% خوشحال هستیم. اما یک تعداد خانه های مسکونی و تندارای ما متاسفانه که در این نقشه سرک تخریب شده که انشاءالله او را شهرداری کابل امارت اسلامی غمشان نخورده. اگر اگر چیزی میده
برشان تحویل کردن. شاید که او را غمش باید بخوره، غریب مظلوم بیچاره در بسته زندگی خود زدم، یک خانه را مثلا برای خود پیدا پولش پیدا کرد که خانه خریده، او را هم که اگر در نقشه بره و مثلا نقشه نه پرداخت نکنه او بیچاره کجا بره؟ باید حق از یار 100% پرداخت کنه خانه که بره خیره، بره من تا جای زمینش پرداخت کنه. 28 سال شده گفتی در کابل زندگی؟ ما 28 سال در صاحب پل سوختت تیر کردیم. در 28 سال این رقم کار ساخت و ساز و کار باسازی را در حکومت دیگه هم شاهد بودی خودت نبودی؟ نه باسازی سرک خود نبودیم، باسازی خانه فرایمان بود، مثلا هر جای خانه جور می شد و از وقتی که دولت امارات اسلامی که آمده گفته یکان نه خانه را میمونه جور کردن، نه یک دیوال چپه کنید دوباره پس جور کردن نمیمونه. به نظرت این کار خوب نیست که حداقل هم خانه که جور میشه؟ چرا که ما شاهد بودیم بلاک های جور شده 8 منزل 9 منزل، اما 6 ماه یک سال نگذشته که تکه و یا منزل اول شکست کرده. حال اینا بررسی میکنن که این خانه و بلاک که جور میشه چقدر با معیار است و چقدر از استانداردهای ساخت و ساز برخوردار است؟ والا ساخت و ساز گفته یگانه فعلا نرمی سرگاره که ساخت و ساز میکنه خوب است، اما تو خانه را که نمیمونه باید استاندار جور کنه، خوب چیز یک چیز بخته بندی جور کنه، قایم جور کنه، در نقشه باشه امور جور میکنن، نه چک میکنن که مثلا خودت خانه جور میکنی. میگم لالای ما خانه جور میکنه بان که با کدام معیار جور میکنه؟ حداقل کسایی که منجا خانه میخرن واحد بلاک میخرن نشه که با سرگردانی با دو چهار سالن الا خانه ما شکست کرده، الا بلاک ما شکست کرده، الا این کرده، ولی که بینی خاطر خیلی خوب است به نظر. اون رخ 100 درصد باید یک چیزی جور کنه که یک چند وقت هم قایمت کنه دیگه. بله. و غیر از اون دیگه که شکست بندی کنه که نقص میکنه برای مردم. پیام گفتنی چی است؟ پیام میرم است که ما از دولت امارات اسلامی خوش هستیم مدام یک چیزی جور کنه و مردم در کار غریبی بونه. کراچی وانه یا جمع میکنه نمیمونه در کار غریبی. دکاندار یا در کار غریبی نمیمونه. ولی این ما که از این خوش هستیم. حالا این مال کلگی دست پشت یک لقمه نان میبراید. مردم در کار غریبی بونه، مردم از دولت امارات خوش هست. امنیت تامین. امنیت ما 100 درصد تامین است. دکاز کار چی که نداشته باشه، دمی غریب کار مظلوم بیچاره در دکاندار کار نداشته، از این که دیگه دولت آرام دیگه نیست. بخیر سلامت باش آلا قربانه کرد نانا بخوره بره بلا باش کرده میل آلا دیگه همه دقیقه سب کنیم. السلام علیکم، بسیم بخیر سلامت بخیر هستی الحمدلله. هفته هم دیگه واردار سال بله هفته یک ذره هوا سر شده هفته یک ذره میگیرانم. چه بار چی مصرفیت؟ همین کاری بیتی فروشی و کارهای موتر هستم. چه وقت شده که مصرفی کارو بارستی؟ تقریبا یک 35 سال میشم. از این بار دیگه کارو باره میکنکشن جوره؟ نه ولی کارای کنکشن خوب هر صدت مطرح کلن بیتی نو میخرن و همین کاری بیتی باز خدا مهربانه شده. هوا که سرد میشه دیگه مطرح زر سخت چالانی کرد الان کنکشن زنگ دید؟ بله هوا که سرد شده زر مطرح که ماشیناش ضعیف باشه بخواه مخواه زر سخت چالانی میکنه باز مجبور یا کنکشن کنه یا بیتی بخرم. چند سال از این منطقه هستی؟ 33 سال. 33 سال شده. قبلا هم این سرک که از چارای عبدالعلی مزاری طرف دارلمان میرفت نبود. در اواخر حکومت جمهوریت فکر کنم جور شد. در جمهوریت سال آخر کرزای جور شد و تقریبا یک 10 سال میشه که این سرک جور شده. بسیار مردم سهولت شده. بسیار خوب است. و سرک بسیار فرصت است نظر در سرک برچی. اون سرک بسیار بیروبار است، سرک تنگ است، این سرک 70 متر است و بودو باش مردم خیلی در موقع در خانه خود میرسه یا مریض باشه در شفاخانه میرسانه. سرک بسیار کلان است، سرک برشیم که همچنان سرک بری جور شوه بسیار در مردم سهولت میشه، خوب میشه. مشکل در چی است که ماشاءالله نفوسی که در سمت دشت برچی است خیلی زیاد است و سمت دارلمان و چارده کابل نسبت به دشت برچی و قدر نفوس نداره. این سرک دالامان که از دو طرف سرک داره، یک سرک داره که مثلا طرف دیمزنگ میره از خود دالامان، این سرک طرف گودسنگی میره مثلا یا شار میره، دو سرک وصله. اینا سرک برشی که است او طرف میدان شار میره یا کمپانی میره. حالا خوب شده که یک سرک در نقاش جور شده و یک سرک هم در سرک 20 متره میگن که سرک دیگر هم که در سرک اجنبی وصل کنه باز خوب میشه سهولت. یک سرک گلایی هم که شاروال صد نقشه کرده یه دم اگر افتتاح کنه خیلی در مردم سهولت میشه. یعنی پول هوایی که طرف کارتسه وصل شده، یعنی پول از سمت دشت برچی که طرف پول
کد پل چیز میره پل سرخ و همی چهارای عبدالعلی مزاری که تخریب شد ایم فکر کنم که گفتن یک دانه پل جور می کنم. یک پل جور شد بسیار در مردم خیلی کار خوب است، هر مریض زودترین را در شفاخانه رسیدگی می تانه و در مردم بسیار کار خوب میشه که در موقع در سر کار خود رسیدگی می تانه. قبلا چه مشکلاتی بود؟ سرک ها ذره تنگ بود، سرک ها خرد بود، بیروبار زیاد است، رابندی است. دیگه چه مشکلاتی بود این منطقه؟ دیگه اولا بیروبار زیاد بود، تصادف موتر، دو موتر سیکل تا موتر تا موتر کلان خوب بود، حادثات بود و حادثات هم زیاد بود. حالا فعلا دور خورده اکثر پیش برده و سهولت مردم خوبتر شده، می بیروبار ها ذره کمتر شده. سابق بسیار بیروبار بود، حتی ما شاهد بودیم که میگه موترات با سادها اینجا زیاد استاد مانده بود و مریضا خصوصا مادرها حتی زایمان کردن داخل های موتر. بسیار بیروبار خیلی زیاد بود، حال فضل خدا خوبه. یعنی من حیث یک شهروند، من حیث یک کسی که 33 سال است دیمی محیط منطقه زندگی کرده، سرکایی که جور میشه، سرکایی که مثلا با معیار و با استاندارد جهانی جور میشه، پلهای هوایی که مد نظر گرفته میشه جور میشه، بخیر چقدر خوشبین هستی؟ چقدر میتونه که این مشکلاتی که فعلا خودت یادآور شدی این مشکلات بیایه میزانش پایین بیاره و مشکلات مکمل حل شه؟ هرچند مشکلات ما شما لحاظ ترافیکی اینا حل نمیشه، دلیل چی است که همه ما شما قوانین ترافیکی را متاسفانه که رعایت نمیکنیم؟ اگر ایرم رعایت بکنیم انشاءالله مشکل حل میشه و در پلوش این سرکا که چقدر جور میشه سوال دور نشیم، چقدر خوش بین است. والا ما که بلکه یک گشتگم که بفهمه که خیلی خوش میشه که در موقع سرک آزاد باشه، سرک فرصت باشه، در وقتی که در عروسی خبر از در وقت خود برسه، وقتی در فاتحه خبر در وقت خود برسه خیلی خوب است. وقتی که سرک ازدحام باشه خام خام مردم دیگه دق میشن. در جمهوریت امکانات بیش از حد بود از حالا نسبت به حالا، درست؟ پول بود، پیسه بود، کمک ها بود، چرا می سرک ها و جایی که فعلا جور شده روان است، پل هوایی جور میشه، سرک جور میشه، چرا قبلا نمیشد به نظرت؟ والا وقتا که بود شورخوری خیلی زیاد بود، یک نفر در فکر ازی بود که من خود بسازم، در فکر ازی نبود که ما در مردم خدمت کنم. و حال کس از امارات خوش هستیم تا جایی را که مردم در غریبی بانه یک کاروبار برای و فعلا امنیت الحمدلله خوب از امنیت مردم گرفته، کم کم خدا مهربان خوب میشه انشاءالله. در هر منطقه یک زورگو و یک قلدر بود، درست؟ در این منطقه که بود بیشتر زورگویی میکرد که مانع نیم پروژه ها، مانع نیم ساخت سرک و پل و این آن میشه. والا کل نیم باند مافیا بود دیگه، باند مافیا به هر مختلف بود، هزاره بود، تاجک بود، پشتون بود، ازبک بود، هر مختلف مثلا مانع خلال در کار چاروال یا در کار نایه میشد. حالا می خود بهزاد صاحب اینجا رئیس چاروال بود، تا یک سرک افتتا میکرد طرف از طرف دیگه سرش اختیاریه دادن میشد، مجبور نمیکرد. حال اختیاریه نیست، کل یک دست هستن، تا هر ولایتی که بری یک کلش یک اماره بود. یعنی قانون که فعلا بالای عام و خاص تطبیق میشه به نظر خود من یک شهروند خوش هست؟ بله 100% خوش هست. مالا پیام چی هست؟ پیام از اینکه کار سهولت زیاد پیدا کنه و کارش کار مردم خوب شوه، همی غریب و مظلوم بیچاره که کار پیدا کنه، دولت هم کارش بشه. بخیر سلامت باشم بابا جان، دکارت برکت، بخیر باشی، سلامت باشی. خوب دوست عزیز قربانتان، با سلامت خیر ببینی، بخیر باشی، زنده باشی قربانت. ای مردم های چاردی کابل هم تو میمون نوازه. بله بله صد در همتر هست نه؟ بله قربانت، بخیر باشی، سلامت، خیر ببینی، بخیر باشی. خب دوستا، نظریات وطندارا در خصوص ساخت سرک و پل اوایی که قرار است در این منطقه جور شود و دو نقطه پر ازدهام و بیروبار شهر کابل به هم وصل بکنه که یکی سمت غرب کابل که قسمت دشت برچی میشه و این سمت هم پل سرخ، کارته 3 و کارته 4 و بالاخره بعد دیمزنگ و مرکز شهر جور شدن سرک ها و پل هوایی مشکلات وطندارای ما را خیلی کم میکنه و این سمت سرک هم که این طرف روانه است، این طرف رفته چاردی کابل بالاخره به دارالامان وصل میشه که این هم از جمله سرک هایی است که در آخر جور شد و این هم تانست که بیروبار ازدحام که در این منطقه بود کاهش بده. شما تصاویر بیننده باشید، انشاءالله که زود زود برمید.
شب سلام علیکم، مانده نباشی، زنده باشی، بخیر. از کدام شبکه هستین؟ این شبکه دوستداران کابل است. خب کابلی ها رو دوست دارید؟ نه البته متولد کابل هستم ولی از میدان وردک. خب کی هستید ان شاء الله؟ بخیر باشی. از لحاظ قانون اجتماعی اگه ببینیم 4 سال که در منطقه زندگی کنی ساکن منطقه هستی. بله بله یقینا همینطور است. همینطور است. همینطور است. حالا ما شما خانم یال از ما خو حالا 30 سال یا 29 سال شده که عمرم است مکمل دم کابل گذشتانده. من اصلیتم از بامیان است. اینم من بامیان کابلی هستم. جای بامیان هستم. از ولسوالی کهمرد. کهمرد. من خودم خب البته یک 10 سال از در ولسوالی 50 بودیم. وقتی متولد شدم در نیازبد باز ما و پدر من خب با شرایط زندگی باز رفتن همون طرف از آرژیات. باز زست استقانی از بسود هستیم، باز نه کابل کلان شدیم. بسیار خوب. بایی صاحب چی کاربار چی مصروفیت؟ کاربار خب فعلا مصروفیتی نیست. منتظر هستم که می کاران جور شد و من پیش اولادا برم. اولادا کجاست بخیر؟ انگلستان است. انگلستان است، یک دو تاشت امریکا است. نام خدا کل فامیل روان کرد یا خودت ماندی؟ من البته متأهل نیستم، مجرد هستم چون همسرم مقدار از نظر اخلاقی با بچه های رفتار خوبی نداشت، دست بزن داشت. من مخالف جبر هستم. درست. چون انسان را خداوند وقتی که آفرید آزاد آفرید آزاد آفرید و بسیار کرامت بخشید به انسان. اینه که من میگم انسان برای زلن و کشتن و جنگ نیست، انسان برای محبت است، برای رعفت است، نوازش از محبت است. باز بعد در کل 7 سال قبل از ما جدا شد ولی اولادا اما زندگی اما سابقه تلخی که از مادر خود داشت قطع ما ماند. اما شب هم پسر است به اصطلاح ایرانی ها. باز اونا انگلستان باز ما برنده جایزه صلح نوبل هم هستم. نام خدا خارزار هم در کشور خود. ما بخاطر جایزه نوبل به کدام؟ به کسانی میتن که برای میفهم به کسانی که مثال میارن. خودت مثلا چی شهکاری داشتی؟ چی فعالیت داشتی که تانستی جایزه نوبل به دست بیاری؟ اولین کاری که کردم از گفتم که بیا یک کاری کنم که این صدای مظلومیت مردم افغانستان به گوش دنیا برسه. سایت زندگی نامه من سایت در سایت الهی است. درست. باز من از طریق حسی، من بسیار حس قوی دارم. بله. از طریق حسی پرچم زدم رو کاخ سفید، رو مسجد الاقصا. باز هیبی مثل یک جرقه شد، رسانه ها شروع کرد به مصاحبه. باز من یک اتاق داشتم همین آخر همیز پول معروف از خیلی روز میخوام به کوچه سگا. باز از طریق آنلاین باز کنگره ملی امریکا با من مصاحبه چیز کرد، مورد استجواب قرار داد. باز چرا شما همچین کاری کردین؟ ببین الان خداوند شرایط را قسمی به وجود آورده که بیشتر قدرت حسی حاکم هست. بله. بر جهان. باز اما اتفاق هم افتاده بود، پرچم ایران هم زده بودم. باز اول خود گفت که شما وابسته به ایران هستید. من گفتم نه، من وابسته به هیچ که نیستم، وابسته به خدای خود هستم. بشه. باز گفت که به چی دلیل شما این کار رو کردین؟ رئیس کنگره ملی امریکا خانم پلوسی بود، نانسی خواهرش است، او رئیس اتحادیه اروپا بود. حالا کلیشون ما طبیعت اونجا هم البته گرفتم. درست. باز من دو تا انگشتر دستم بود، یکی در یک کلکم یکی در یک کلکم. باز گفت شما تروریست هستی. باز من گفتم به چی دلیل؟ گفت به دلیلی که انگشتر دستت است. من گفتم اگه این دلیل میشه که هر که انگشتر داشت تو یک سلیقه است. نه این تزیین است. بله. گفتم بله. نه سلیقه است، تزیین است. گفت که بعد یک کمی حرفشو اصلاح کرد. گفت منظورم که کسایی که انگشتر به آدمای متعصب است. باز من اونجا یک فرصت فراهم شد، گفتم که دیگه کنگره ملی امریکا و مجلس سنا امریکا همزمان داشت این استجواب را پیگیری میکرد. خانم پلیسی در رأس بود، رئیس بود. گفت که من گفتم تروریست کسانی است که کارخانه های اسلحه سازی دارن، تروریست کسانی هست که کشورهای ضعیف و اسلامی را به وسیله یک تعداد افراد اجیر
آتش جنگ را داغ نگه داشته، تنور جنگ را داغ نگه داشته. ما انسانیم، برای کشتن و کشته شدن آفریده نشدیم، ما برای محبت آفریده شدیم. گفتم که چرا جنگ در کشورهای اسلامی؟ چرا جنگ در افغانستان؟ چرا جنگ در عراق؟ چرا جنگ در سوریه؟ چرا جنگ در یمن؟ دیگر قدرت بعد از این اراده خداوند بر این قرار گرفته که قدرتی دیگر وجود نداره. دیگر یک تحول را خداوند به وجود خواهد آورد که این اتفاق افتاد. اونجا امریکا معمولا معروف به کشورهای غربی بود. من وقتی که امریکا بعد از یک مدتی باز که رفتم اونجا، آفتاب دو بار طلوع کرد. دو روز چقدر وقت است که از فامیل و از اولادا و از اینا زیاد شده. ما اینمی استارت صلح که در افغانستان صلح انجام شده بود، باز ما که پرچم زدم باز اونجا خوب یک ده سال شده که از فامیل اولادا دور هستی؟ نه، کمتر از سه سال. کمتر از سه سال است. اونجا یک اتفاق افتاد که جو بایدن شد رئیس جمهور، با ترامپ رقابت داشت. بله. وقت این پرچمی که من زدم، ایشان به خاطر سهلنگاری وظیفوی عزل شد از طرف کنگره ملی امریکا، سه سال زندان رفت. باز دوباره باراک اوباما آمد. باز به مو سخنرانی به جایی رسید که از ادیان اینا پرسان کرد، به جایی رسید که دیگه کنگره ملی امریکا سنا فقط استاب کف میزد. میگفت این شهروندی ویژه است. من سوال کردم که چگونه مثلا تابعیت و چیزا، شرایط کشورها خوب گرین کارت است، بس تیزن میشه، سالها طول میکشه. باز از من تابعیت فوری با مصوبه کنگره ملی امریکا و مجلس سنا همزمان. حالا خودم قبولیت یا تابعیت امریکا رو هم داری؟ اطفال و خانواده و یک تعداد لندن است، خانمتان هم از شما جدا است. چطور که در افغانستان موندین؟ چطور که ایجا موندین؟ اینجا ما به خاطر صلح آمدم. باز ما باراک اوباما که آمد گفتم که این معاهده صلح را تمامش کنید. یک دی در دوحه، در قطر که مرکزش دو هست، اونجا به خاطر متاسفانه ما یک مشکلی که داریم، ما افغان ها منافع شخصی خود را ترجیح میدیم بر منافع ملی. اونجا ماهی 28 گذشته از این موضوعات سیاسی که الان خود یاد کردیم، مثلا از دوحه و از قطر و از امریکا و اینا، بین اصل قصه که اصل قصه که از فامیل چرا شما دور شدین؟ شما اونجا اونا اینجا ماندن، شما اینجا اومدین، خانمتانم از شما دور است. چی تصمیم داری برای با آینده؟ ازدواج بکنی نکنی؟ چه قسم؟ من امیر کامل کردم. بعد به آقای اوباما گفتم شما این معاهده رو تمامش کنید. امضا نشده بود، فقط آماده امضا بود، من تا اینجا کار شکنی میکرد. باز اوباما باز امضا کرد. باز من آمدم افغانستان، یک بار آمدم، سه ماه ماندم، باز گلوی طالبان آمد، باز دوباره رفتم. باز که آمدم این دفعه دیدم که جنگ به صورت پنهانی ادامه داره. باز با رهبر طالبان، با گروه طالبان صحبت کردیم، گفتم که این روش دیگر جایگاهی ندارد، خشونت. باید ما و شما برادر هستیم. مسئله قوم، حالا خب مسئله جنگ و اینا خاتمه یافته. به خاطر همین که الان شما به صورت امتحان، چون برنده جایزه صلح نوبل یک بخشش الهی است که اگر یادتان باشه سه سال پیش یک شب یکان نیم ساعت فیر انجام شد، نیم ساعت، حتی به اسلحه های ثقیل رسید. باز من یک لحظه گفتم که من خادم حسین مجتبایی هستم، دیگر جنگ جایگاهی نداره، خون خون ریزی دیگه نتیجه نداره. اگر با جنگ نتیجه میمونه گرفتیم 20 سال افغانستان باید گلستان میشه. بله. فر دیگه بسته شد. باور میفرمایید که یک فر از نصف، از همون فر نصف قطع شد، خاموش شد. از خانم تا نوال دارین فیلن کجا؟ نه دیگه، ما خب حال خود دیگه کدام نسبت هم نداریم. آها، شاید عروسی کرده باشن. نه، در امر خانه پدرشان ناست. میگه کدام حلال است که عرش خدا بلرزه میایه؟ همین طلاق است.
بله بله باز مثال ایشون البته مثال چی شد پیشخط خواست سردیتان بود یا نه که تنها شما خواستین که باید جدا شوید؟ من خسته شده بودم ولی نمیخواستم زندگی بچه های من خدای نخواسته بچه های طلاق شود یا بی سرپرست شود، ولی ایشون تصمیم گرفت منم اللهم رضا برضایک هر آن چه رضای او باشه تن دادم. من اولادا چطور درس و تحصیل کردن نکردن؟ اولادا بی نظیر است، اولادا بی نظیر است، اولادا درس میخوانه، زبانشان خوب، زبان عربی هم یاد گرفته. باز اونجا یک کشوری هست که امکانات داره برای تحصیل. باز خوبیش اونجا چی؟ که ما میگیم که ما مسلمانیم، همه چیز ما درسته، ولی در اصل اونا مسلمان است. در انگلستان قانونی داره که کسی بر چاک یخن یک زن نگاه کنه قصدن ظلم بزنه 6 ماه زندان داره. و خانم هایی که آرایش بسیار زننده کنه مثلا جلب توجه، اونم از 3 ماه تا 6 ماه زندان داره. باز اونجا آزاد است، باز یک حوض یا بازی یک قسمت لندن بیری، باز اونجا ما رفتم، باز چون مرا یک میلیون دلار جایزه داد وقتی برنده شدم، یک تیاره جنبوجید که شخصیت ها استفاده میکنن 32 میلیارد دلار قیمتش است. باز الحمدلله خوب شد، باز به من خیلی احترام گذاشت، اول خطابیت فوری داد، پاسپورت دیپلماسی کس کشور خواهد. حالا که اولادا انگلستان و لندن هست، چیز هستن، امریکا هستن، کمک همکاری پول نقدی و یپا میکنن که خود نمیکنن؟ پول روان میکنه. متاسفانه شرایط اینجا خراب شده، مردم خیلی زیاد مقید به حلال حرام، عذر میخوام از همه جامعه نیستن. الان 150,000 افغانی بچه‌ایم از طریق مرز از پاکستان یک آشنا داشتیم با یک گوشی آیفون 11 1-2 از اونجا روان کرده. الان چند ماه هست همه خانش دم چارای پولیستور خام هست، میرم گاهی میگه که مسافرت هست، چون هم گوشی تلفن گاردش استفاده میکنه. این مشکلات اقتصادی یک فشار آورده بر من، باز دولت هم زیاده مسائلات هست. حالی جا خودت تنها هستی؟ تنها کسی دیگه نیست همراهت؟ بیادر رو خواهر و برادر زاده و اینا؟ فامیلا زیاد است، ولی یک مدت خانه منزل بسته. البته من پولم داشتم، نه اینکه من از اونجا که آمدم 350,000 افغانی داشتم از انگلستان، چون اصل مرکزیت من انگلستان است. من تا بچه‌ام تو تاش که در امریکا است، طبقه هفتم سازمان ملل اونجا دفتری چیز داره که سیستم های حسی رو درست میکنم. بعد اینجا 350,000 افغانی هم رایم بود، 38,000 دلار. بازی دلار 500ش یک بنده خدا مشکلات داشت ندادم، از این 500 افغانی هم 5,000 افغانیش مصرف کردم، 345,000 افغانی مانده. خدا انصاف کرد، یک مامای من است اینجا، وکیل گذر است، وکیل گذر بود دم اسکای سرپور، و گفت بیتی خوارزاده ای خطرناک است، و تلا مد سیف بان تا امروز رفته در سیف. مامای تام نیست؟ مامای من پیسه را نمیگه؟ گپ میته، حالا خود چیکار کنی؟ یخنش رو بگیری بزنی خود پیسه نمیشه میشه و هر حال وقت شما را نمیگیرم. اما خودت این تا آواره؟ آواره از همه کس دور؟ یک مقدار مصرفیتی که دارم خطات استم رسام. درست. باز من تحصیلات تقریبا تا جای توان داشتم، من لیسانس علوم سیاسی و ماستری علوم قضایی هستم. باز یک کمی هم پزشکی خواندم، پزشکی ها رو به اصطلاح. چه تصمیم داری بخیر که چه وقت بری بخیر؟ منتظرم برم، خسته کرد خواهد، چون من میخواستم که اینجا یک حکومت فراقومی به وجود بیاید، چون یکی از وظایف شرح وظایف کسانی که برنده جایزه صلح نوبل هست حکومت سازی است. کشورهایی که حکومت‌های ضد مردمی دارد، چون بالاترین قدرت جهانی را داره، بالاترین مسئولیت قضایی را داره، که به خاطر چی؟ به خاطر که بتواند یک حکومت دیکتاتور را برکنار عزل کند و جای او یک حکومت مردمی به وجود بیاره. خب گذشت از این موضوعات که خودم برنده جایزه نوبل هستی، ساخت و سازی که فعلا جریان داره، سرک که فعلا همینجا جریان داره کارش، در بخشای دیگه شهر کابل که میریم ساخت و ساز و پل است و سرک است، اینا چقدر به نظرت خودت خوب کار است؟
که ساخت ساز جریان داره. کار نیک است ای که ساختن که چیز بد نیست. من چند چیز حکومت امارات اسلامی را خیلی نسبت به جمهوریت و حکومت های گذشته برتر میدانم. یک پلیس، بله امنیت، امنیت یک و اهل دین و دیانت هست. کسی که اهل دین و دیانت باشه از خدا میترسه، کار بد نمیکنه، چهره هاش نورانی هست و زبانش به ناموس مردم نیست، چشمش به ناموس مردم نیست. بعد سلسله مراتب را خوب مراعات میکنه و کار را که شروع آغاز میکنه و به پای پشت کار داره، تلاش داره که من البته با کشورهای اروپایی نام در تماس هستم، چون و عنوان یک حالتی که برندگان جایزه صلح نوبل نماینده کشورها می باشه، دفاع از حقوق بشر به اصطلاح. ما امی حکومت اگر اصلاح شود، فراقومی شود، ما بارها با شوخی هم گفتیم که شما 20 سال جهاد کردین، دیگران هم دعوت کنین کمک کنه، چرا همه این کار به دوش برادران مجاهد باشه؟ بخش استخبارات، بخش امنیتی طالبان بی‌نظیر است، ولی در خود رهبریت طالبان متاسفانه ما بارها گفتیم اشرافیت بر اینها غلبه کرده. بیا خیر باشه، موفق باشید، سلامت، به هر حال روزتون خوش، سلامت باشی. بر ما چی کار و خدمت؟ زنده باشید. یک خانه غریبانه داره، میشه که ما باشی زنده باشید، موفق باشید، به خیر باشید، قربانتان. دوستان عزیز، هموطن ما که قراره که خودشان گفتن، یکی از کسایی هستن که برنده جایزه صلح نوبل هستن و اینجا زندگی میکنن، از فامیل و از همه دور هستن و خواستن که جبین و از کار ساخت ساز سرک دیدن بکنن، که امیدوار هستم که اینچنین کادرهایی که واقعا هست ازش استفاده شد تا برای بهبود وضعیت و کشور نتیجه مثبت انشاءالله بداشته باشن. زود زود برمیگردیم، تصاویر شما بیننده باشین، زود برمیگردیم. خب دوستان عزیز، گزارش بود از سرک که دشت برچی را به پل سرخ و بالاخره کارت 3 و کارت 4 وصل میکنه و جایی که من استفاده هستم مقابل من چاروی عبدالعلی مزاری است که تخریب شده و به خاطر آمدن سرک و قرار است که اینجا یک پل هوایی هم نیز از سوی شهرداری کابل ساخت و ساز شود. البته گفته های وجود دارد که پل هوایی قرار است اینجا جور شود. تا برنامه بعد و گزارش بعد، بدرود.